بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم با سلام و سلوات بر محمد مصطفی آخرین فرستاده الهی و خاندان پاک و متحرشان ایشان آغاز میکنیم و خوشامدگویی میگوییم به شما بزرگواران که تشریف آوردین به مصباو الهدای دیگر تقدیم میکنیم آنچه که حاصل دسترنج جمع زیادی از همکاران بنده است به نگاه مهربان شما بزرگواران خوشحال هستیم که با همه مشغله های روزمره وقتی گذاشتید تا همراه برنامه خودتان مسواه خدا باشید امیدواریم بتوانیم در این فرصت خدمتگذاری هم سربلند از کار براییم شما بهترین هستید برای شما بهترین ها را آرزو میکنیم و از شما میخواهیم که از درگاه خداوند منان برای خدمتگذاران خودتان و این شبکه بهترین ها را آرزو کنید در شب چهارشنبه دیگر با موضوع مصادیق معروف و منکر در خدمت استاد و کارشناس محترم استاد محقق و ناماشنا جناب استاد رزوی هستیم و از ایشان انشاءالله امشب هم به نحو حسن استفاده خواهیم برد. استاد عزیز سلام علیکم شب شما بخیر سلام و رحمت الله شب شما بخیر سلامت باشید استاد عزیز لطف کردین وقت خودتان امشب هم در خلاص خلاص برنامه قرار دادین و در ادامه مباحث مصادیق معروف و منکر امشب ان شاء که در ادامه بحث ابتزال ظاهرا در خدمت شما باشیم اول پرسی دارین با عزیزان بیننده داشته باشین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم لا تجلنا من المبتزلین به دینک عرض سلام دارم محضر همه بین نگان و کسانی که این شبکه را نگاه میکنند بسیار تشکر استاد در مباحثی که داشتیم در خدمت شما هفته گذشته رسیدیم به مبحث ابتزال از مصادیق منکر و بحث هنر ابتزال در هنر شما برای ما تبیین فرمودین بسیار هم مفید بود و عزیزان بازخوردی که ما از بینندگان داشتیم بسیار خوب بود و گفتن که بسیار کاربردی بوده و ما استفاده کردیم امشب در خدمت شما هستیم استاد بریم ما چی آوردین ما استفاده کردیم بله یکی از مصادیق ابتزال که حقیقتا در جامعه فعلی ما برای همه توقعات سای افکنده مسئله رسانه است. اگر تعبیر خیلی دور از آبادی نباشه ما میتونیم رسانه فعلی را از جهت معروف منکر بگیم ام ابتزال اگر بخوایم مسئله منکر را در بحث رسانه بازگو کنیم به خاطر این خوب میدانیم هرچی ابتزال است در حقیقت الان از طریق رسانه ها با طرق مختلف خودش گستریش پیدا میکنم و از طرف دیگر ما میتونیم رسانه را ام الفضائل هم بگیم به خاطری که اگر از رسانه درست استفاده شود و اون محورهای دینی را ما بتونیم از طریق رسانه بازگو کنیم و نشر بتیم بهترین منبر و بهترین رسانه برای بازگو کردن حقایق دینی و اون چیزهایی که دین اسلام و مجموعه ادیان آسمانی اون در نظر دارم و در تاثیر گذاریش همین بسه که ما میتونیم بالاخره بگیم رسانه در عصر فعلی ما یک حاکم بلا منازعه که هیچ قوه دیگری چون در زمان قبل قوه مقننه و مجریه و بالاخره قوه دیگر بود که اینا حکومت میکرد اما الان گسترش اینها را رسانه در حقیقت, در حقیقت پوشش داده و بیشترین تأثیر گذاری را در جامعه فعلی ما رسانه داره و این خودش بازگو کننده اهمیت بحث رسانه است که لازمه در محورهای مختلف از بحث رسانه سخن گفته بشه و خود رسانه بیان کننده اون حقایقی باشه که ما از طریق رسانه اونها را بیان میکنیم بالاخره این مطلب بهترین اهمیت و تاثیرگذاری تأثیر رسانه ها را در جامعه فعلی ما بیان مکنم بسیار تشکر استاد عزیز ما در همین ابتدا یک مطلبی یاد آمد که میگن بر شخصیت هر انسانی در این کره زمین سه چیز تأثیرگذار است اولا ژنتیک هست دو محیط خانواده هست و سوم جامعه من فکر میکنم که علاوه بر ژنتیک و خانواده که خب الحمدلله همه ما بالاخره احساس میکنیم که در از بهترین شرایطش برخوردار هستیم ولی بحث رسانه که به جای جامعه ما حتی میتونیم به کار ببریم همونطوری که حضرت فرمودین بسیار میتونه تأثیر گذار باشه ما تفلک های خورد ما دخانه الان بدونی که سواد آنچنانی داشته باشن با تلفن های همراه با کامپیوتر ها به بهترین نحو کار میکنن با فضای مجازی در ارتباط هستن و واقعا دیگر پدر و مادرها به آن طوری که باید نمیتونن کنترل داشته باشن بر چیزهایی که یه اطفال از رسانه دریافت میکنن و شخصیت آنها کم کم از این طریق ساخته میشه و باید به نظر از من بهترین روش این هست که والدین تلاش بکنن تا از دنیای رسانه دنیای اطلاعات که معروف شده اصر اطلاعات و معروف شده دهکده جهانی به خاطری که ما در یک بمباردمان اطلاعاتی زندگی میکنیم و دنیا بسیار کوچک شده استفاده بکنن خودشان به روز نگه دارن و انشالله بتانن تأثیر گذار باشن بر شخصیت اطفال خودشان و خدای ناکرده دچار ابتزال رسانه ای نشبن استاد ما میخوایم ببخشید من, من یک نکته را فرم... در همین قسمت بله. شما اضافه کنم تا تاثیر رسانه الان ما میتونیم بگیم از خانواده هم بیشتر شده چون شما داخل خانواده پدر و مادر رو میبینید که حالا تقریبا بر بچه هایشان بر جوان ها, دختر ها و پسرهاشون خیلی تسلط نداره و ساعتها ساعتها وقتی پسرای جوان ما و دخترای جوان ما در رسانه تیر میشه مجموعا شما در نظر بگیرید وقتی که صرف تلویزیون میشه صرف ماهواره میشه و صرف موبایل میشه شما الان داخل خانه وقتی میشید پدر یا مادر کنترل نمیتونه بچه های خوده اما موبایل کنترل میکنه نگاه ما رو کنترل میکنه خواب ما رو کنترل میکنه بیداری ما رو کنترل میکنه و حتی حتی داریم بچه های جوانی که اینا از روز تا شب شاید مثلا پنج ساعت وقت اینا رو چیزی دیگه صرف نکنه اما رسانه مثل موبایل انستاگرام رفتن در تلگرام و بالاخره بله، بله. نرم افزارهای دیگه و اپلیکشن های دیگه صرف میکنه و این بازگو کننده اینه که الان رسانه اونقدر گسترش که پیدا کرده که حتی تأثیر گذاریش از خانواده ها هم بیشتر شده مگر با این قید که خانواده ها کنترل داشته باشن بر فرزندان خودشان و جوانان پسر و دخترشان دخترشان بسیار تشکر استاد عزیز اگر بخوایم در یک نگاه به صورت کلی و جامع یک مفهومی از رسانه داشته باشیم چه رقم تعریف میکنیم بسیار خدمتتان عرض کنم که رسانه اسم آلت دیگه از مستر رسانیدن رسانیدن وسیله برای رسانیدن و در فارسی ما میتونیم رسانه را اگر بخوایم معنا کنیم با میدیوم انگلیسی همتراز و در واقع مرادف واقع همون همونطوری که در عربی مثلا واجه های اتصال و اعلام و مواصلات و ابلاغ و امثال اینها در مجموعا از رسانه ها اطلاق شده و تعبیر شده در اصطلاح علوم ارتباطات که حالا ما خیلی وارد این حوزه نمیشیم تعریف های مختلف برای مسئله رسانه شده و اون چی که مهمتر از همه هست که ما همه اینها رو میتونیم جمع کنیم در زیل اون کلمه میگیم هر ابزار و روش ارتباط با دیگران این میشه رسانه یعنی هر وسیله ای که شما در نظر داشته باشید که با اون ما بتونیم با دیگر ارتباط برقرار کنیم هم از کتاب هم از منبر خطابه ها خدمت تا نرس کنم که تلویزیون اینترنت موبایل و امثال اینها اینها رادیو مش جزو رسانه ها و در واقع با همه اینها ما میخوایم یک ارتباط با طرف ما با مخاطب ما برقرار کنیم چون همه اینها دارای چند تا خصوصیت یک محتوایی داره که خب اینها رو القا میکنه و مخاطبی داره که طرف مقابلش که این رسانه را دید میکنه و در واقع کنترل میکنه مطلب سوم بستر ارتباطیه که به توسط ابزارهای وسیله را ما دریافت میکنیم مثل همونطوری که عرض کردیم مثل موبایل مثلا مثل اینترنت و وسیله ها و گیرنده های دیگری که اینا بستر ارتباطیه رسانه ها در جامعه فعلی ما به حساب می آید بله. بسیار تشکر استاد عزیز ما همین طوری که اینجا در دیوی برنامه مصباح الهدى شبکه جهانی هادی تیوی هستیم بسیار از عزیزان در هر جای دنیا که بخواهند در هر لحظه با دسترسی به اینترنت میتونن برنامه خودشان ببینن چند بار ببینن و حتی به دیگران پیشنهاد بدن و این قدرت رسانه است که در واقع در گذشته ما همچین قدرتی را نداشتیم و در واقع رسانه ابزار است برای قدرتمند کردن بیشتر انسان ها و حالی چون ما میخواهیم که از نگاه مذهبی و دینی به موضوعات بپردازیم رابطه اسلام با رسانه چی رقم است؟ اسلام دیل بسیار مناسب نسبت به رسانه داره و یکی از ابزارهای مهم پیشرفت دینی ما حقیقتا رسانه است منطقه با تغییری شکلی که در رسانه ها پدید آمده که در زمان سابق مثلا بیان کردن مطالب در منبرها در خطابها ها و ازها و نصیحت ها با شیوه های مختلف خودش و کتاب و امثال اینها جزء رسانه ها به حساب می آمد که الان دیگه تکامل پیدا کرده و به اوج خودش رسیده لذا ما می بینیم در قرآن عظیم و شن و پیغمبر خطاب های مختلف رسانه میشه اگر ما این آیات که در حقیقت باز نشده نسبت به رسانه در نظر داشته باشیم میبینیم از محتوای اینها نظر اسلام نسبت به رسانه کاملا بازگو میشه مثلا در آیه ابلاغ داریم یا ای هر رسول بلغ ما انزل الیک یا پیامبر نسبت به مسئله غدیر خوم اون که به شما ارسال شده اینه برسان به مردم رسانه ایش کن به مردم که خب حالا محتوایش اون قضیه داستان قدیر هست که وارد قضیه قذیه نمیشم لذا در قرآن آیات مختلفی نسبت به این مسئله داره هاذا خود قرآن را میگه هاذا بیان للناس و زرو بهی و لیعلموا ان ما هو اله واحد هاذا بلاغ للناس یعنی رساننده هست و رسانه هست مطالبی را که در آیات الهی برای مردم بازگو شده که یکی از اونها انظار هست و علم به این که وحدانیت خداوند متعال در رؤوس مسائل اسلامی قرار دارد لذا ما در قرآن در یازده مورد از کلمه البلاغ استفاده کردیم استفاده شده خداوند متعال استفاده کرده و موارد خاصی با سیره های متفاوت با ماده های متفاوته همگون با سیغه البلاغ مثلا یبلغون رسالات الله و امثال اینها داریم و یکی از وظایف پیغمبر قرآن همین مسئله بلاغ و رسانه ساختن دین در حقیقت آمده بیان کرده انما علی رسولنا البلاغ المبین حصر کرده یعنی در حقیقت آمده وظیفه پیغمبر منحصر کرده به یک خصوصیتی که اون رسانه ساختن اون چیزی است که در حقیقت برای پیغمبر ابلاغ شده و ارسال شده یک دقیقه اونم تا از آن داریم است. ببخشید بله اونم بخشت. اونم می‌فرماید بلاغش باید بلاغ مبین باشه یعنی با روش بسیار روشن و شفاف شما بیا این پیام را برای مردم برسان لذا ما در جملات خاصی در احادیث اگر ملاحظه کنیم مسائل مختلف تبلیغ و رسانه و رسانه کردن و رسانه شدن و بازگو از طریق رسانه را ملاحظه میکنیم حالا اگر وقت از که توضیح بدم اگر فقط یک جمله در تایید فرمایشات حضرت حالی بس رسانه گفتین که قرآن معتبرترین رسانه دنیاست تا به آخر تا به روز قیامت حرف داره برای همه انسان ها و چون که از معتبرترین مصدر صادر شده و در واقع قرار هست که همه انسانها را رو در طول تاریخ هدایت بکنه و ما مفتخر هستیم و به متدین به دین مبارک اسلام و اینکه پیامبر اسلام بهترین رساننده قرآن پیامبر ماست و بهترین ائمه و بهترین رهبران و پیشوایان پیشوایان ما هستند استاد عزیز لحظاتی چند داریم تا از آن مغرب و فعلا از شما خداحافظی میکنیم تا نخواستی تازه کنید میریم به شهر مقدس سامرا و با جان دلگوش میکنیم از آن مغرب از این شهر بسیار مبارک انشالله همه ما به زودی زایر این شهر باشیم انشاءالله. انشاءالله. با هم گوش میکنیم از آن مغرب به افوق شهر مقدس سامرا کاروانی کوچک در صحرای سوخته و پیش می رود صحرایی که از آسمانش مرگ میبارد و از زمینش بلا می روید. این کاروان کوچک تنها در آغوش مرگ خیمه خواهد زد و اهل آن تنها در لباس سرخ حاجی خواهند شد از سرزمینی می گویم که سنگین ترین داغ ها را بدوش می کشد از خاکی می گویم که هزین ترین زبیه الله را در خود جای داده است از کربلا می گویم از کربلا می گویم از سرزمینی که خاک نیست تا غبار زمان بر آن بنشیند قصه نیست تا از یادها برود قطعی از بهشت است که بر خاک نازل شده است کربلا یک سرزمین سوخته در میان درود نیست کربلا معبر عشق است کربلا سرزمینی است که در خاکش هفتاد و دو ستاره خونین خاکستر شده اند کربلا سرزمینی است که خاکش رشک بهشت است و آشورا شگفت در این فصل تاریخ است روشنترین راهی که از سال شست و یک هجری تا کجای زمان کشیده شده است کربلا عمیق در زخمی است که بر جانها نشسته است رساترین فریادی است که در سرسرای تاریخ تنین افکنده است و اینک حسین به کربلا می آید می آید تا یزید همه کاره دنیا نباشد می آید تا آین سبز محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به دست فرزندان ابو سفیان در خاک نشود می آید تا ذوالفقار علی علیه السلام در نیام نپوسد می آید تا پرشکوه ترین حج تاریخ را به نمایش بگذارد می آید در تواف عشق لباس سرخ شهادت بتن کند می آید تا حج از روزمرگی به درآید و کعبه دیگر خواب خدایگان پوشالی را نبیند می آید تا از این پس تواف اهل دل کربلا باشد از کربلا تا قیامت خطی ممتد کشیدن جاده برای سفر عشق راهی برای رفتن و رسیدن پای در راه بگذار بینی که جاده خود راه است کربلا سرزمین شگفتی است که تنها با دست و پای قد شده می توان به وسال رسید اگر مرد راه باشی تکلیف فقط با کربلا روشن می شود راهی که تنها با پای عقیده و جهاد پیمودنی است اینک اگ... این تو و این کربلا در این آزمون حیرانی و در این ابتلای عظیم کجا خواهی استاد در صف حسین يا يزيد السلام عليك يا ابا عبد الله ولا تعاملنا یا کریم و یا رحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قبول باشه زیارت شما عزیزان و همه ما از شهر مقدس سامرا و از آن مغرب و افق شهر مقدس سامرا را شنیدیم دوباره برگشتیم به خدمت شما بزرگواران همچنان با برنامه مصباح الهدا از بستر رسانه جهانی تلویزیون هادی در خدمت شما بزرگواران هستیم اجازه میخواهم در این در همین ابتدای بخش دوم پل ارتباطی برنامه را یک بار دیگر خدمت همه بزرگواران که البته همه شما این پول ارتباطی را دارین ولی ممکن است عزیزانی تازه به جای ما پیوسته باشند اعلام میکنم و ان در خدمت شما عزیزان برنامه برنامه را دنبال خواهیم کرد مثبت 964 780 255 40 13 ارتباطی ما و شماست 24 ساعته دو طرفه و مستقیم در اختیار شماست تا بتوانید نظرات خودتان انتقادات خودتان پیشنهادات خودتان و سوالاتی که از کارشناسان محترم دارین با ما به اشتراک بگذارین برنامه های شبکه جهانی آدی اگر در پخش های زنده نتانستین دنبال بکنین حتما در پخش های مجدد از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید علاقمندی های خودتان به این برنامه نشان بتین و حتما به عزیزان خودتان پیشنهاد بتین این برنامه را دنبال بکنن در بخش دوم برنامه شب همچنان در محضر استاد محترم راهنمای محترم این شبهای های ما در بحث مصادیق معروف منکر جناب استاد رضوی هستیم استاد عزیز مجددا سلام عرض کنم سلام علیکم و رحمت الله انشاءالله که بتانیم در بخش دوم هم همچنان در ادامه بخش اول در خدمت شما باشیم بحث ما رسید به نظر اسلام در مورد رسانه و ارتباط اسلام و رسانه و ظاهرا مطالبی ماند که در خدمت شما هستیم و میشنیم بله بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام مجدد دارم محضر همه بینندگان عزیز و خدمت شما ما به آیات اشاره کردیم که در اونها موضوع رسانه حقیقتا مطرح شده و به عنوان یک دستور به پیغمبر مسئله را خداوند متعال بازگو کرده اگر در احادیث هم ما مراجعه کنیم که حقیقتا اگر بخوایم نسبت به رسانه یک بازدهی داشته باشیم باید احادیث پیغمبر رو ببینیم چگونه حضرت با رسانه برخورد کرده بنده یکی دو تا نکته را نسبت به احادیث عرض میکنم و اگر گستره این مطلب را انسان در کتاب های مختلف حدیثی بررسی کنه موضوعات بسیار مختلف و زیبایی را پیدا میکنه چیزهای بسیار قشنگی نسبت به رسانه اما یک حدیثی داریم که از حضرت علی علیه و السلام هم روایت شده که حضرت پیغمبر فرمودن اللهم مرحم خلفائی این نکتر بسیار دقیق در نظر داشته باشیم پیغمبر دعا میکنه میگه خدای کسانی را که جانشین من هستند بعد از من اینها را مورد رحمت خودت و ترحم خودت قرار بده. این کلمه را سه مرتبه تکرار میکنه اللهم مرحم خلفایی کسی بلند بشه میگه که خب منظور شما از این خلفای شما کیه حضرت این نکته را دقت کنیم که میفرماید الذین یبلغون حدیثی و سنتی خیلی زیبایه اون کسانی که رساله میشن از طرف من و اخبار مرا احادیث مرا و سنت مرا برای دیگران بازگو میکنم ثم یعلمونها امتی بعد سبب میشه که اون چرا من گفتم در احادیث و سنت های خودم اینا را برای دیگرها بازگو کنه و امت مرا به این مطالب برسانم و این نیکوترین پاسداشت از کسانی است که اینا رسانه میشن و اخبار پیغمبر و سنت پیغمبر را برای دیگرها میرسانم در حدیث دیگری حضرت علی علیه السلام, و السلام فرماید انه لیس علی الامام الا حالا داره یک تیکه داره الا البلاغ فی الموعظه ما اون قسمت را حذف میکنیم میگه بر امام نیست مگر رساندن در موعظه و رسانه شده رسانه شدن در موعظه و رساندن اون چیزی که بالاخره مربوط به نصیحت دیگران هست برای دیگران امام وظیفش اینه ببینید این سنگینی بار رسانه را در اسلام بیان میکنه امام به عنوان راهبر به عنوان پیشوا و به عنوان الگوی مسلم مطرح میشه حضرت میفرماید بر امام وظیفه دیگر نیست تنها اون چیزی که بر امام هست رساندن موعظه ها و نصیحت کردن در دیگر است ول اجتهاد فی نصیحه و تلاش کردن در نصیحت دیگر ها، پندادن پند دادن دیگر ها. و للسنه اینا هم اضافه اضافه است یعنی امام در حقیقت رسانه مشه برای اینکه موعظه را برای مردم انجام بده و تلاش کنه در نصیحت کردن دیگرا و زنده نگه داره سنت را, را زنده نگه گهداشت، داشتن زنده سنت چطوریه تنها به وسیله حقیقتا رسانه شدن همونطوری که پیغمبر فرمودن خلیفه های ما کسانی است که اینها می سنت مرا به دیگران میرسونند و اقامت الحدود علا مستحقی ها یکی از رسانه شدن رسانه شدن های دیگر امام اینه که اقامه حدود کنه بر کسانی که اینا در حقیقت مستحق برای حدود است که خب حالا ادامه حدیث هم مطالب دیگر را داره منطقه بسیار اون که دارای اهمیت هست اشاره کردن حضرت علی به اینه که این منصب امامت در حقیقت همون رسانه شدن برای پاسداشت یک تعداد نکات و برنامه است که در دین وجود داره و این دو تا حدیث حقیقتا اهمیت رسانه را در دین اسلام برسانه ببینید اونجا پیغمبر وظیفه میشه و توسط آیاتی که قبلا اشاره کردیم وظیفه دار میشه که شما مبلغ باش رسانه باش اینجا حضرت علی علیه السلام میگه وظیفه امام رسانه شدن است و اونچه که وظیفه امت من هست را پیغمبر معرفی میکنه مگر رسانه شدن است شما این سه تکرار کنار هم بگذارید وظیفه خدا ارسال دستورات خودش به پیغمبر و وظیفه پیغمبر رسانه شدن و رساندن این دستورات به امام و وظیفه امام ابلاغ همون چیزهاییست رسانه شدن همون چیزهاییست که در حقیقت باعث ارتباط بین پیغمبر و خداوند متعال میشه و این وظیفه را الان خداوند. و دین اسلام و پیغمبر و پیشوا و الگوهای ما ائمه مسلمین به عهده ماها گذاشته یعنی اگر ما بیایم حقیقتا رسانه شویم در دین اسلام و اون را که دین بیان کرده برای دیگر را بازگو کنیم حقیقتا جانشین پیغمبر و مبلغ اون چیزی هستیم, اون چیزی هستیم که از طرف خداوند برای پیغمبر و بعد به امام موکول شده لذا اهمیت این مسئله از دین اسلام به این کیفیت که در حقیقت رأس دین ما و پایه دین ما رسانه شدن سنت پیغمبر و احالیس پیغمبر و این اهمیت رسانه در دین اسلام بازگو میکنه که دیگه بیشتر از این راجبه ای قضیه نمی پردازه. بسیار وظیفه ما سنگین شد استاد در بحث رسانه شدن حقیقتا همینطوریه و, بله و این واقعا تنها و الزامن ما نمیتوانیم بگیم فقط آنهایی که حالا مثلا در لباس روحانیت هستن اینا وظیفهشان هست برای عموم مردم برای هر کسی را خدا رحمت کنه که این حدیث و سنت میرسانه نه کلکم راین و کلکم مسئولان عن رعیتی حدیث را قبلا خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم که همه مسئولیت, مسئولیت دارن نسبت به امر به معروف و نهی از منکر و در حقیقت رسانه شدن نسبت به اون وظایفی که دین به آدم ما گذاشته که میشه جز معروفات الهی و در رأس معروفات الهی لذا از اینجا ما گریز بسنیم به اصل مطلب ما که اگر ما معروف ها را در نظر بگیریم رسانه کردن اینها و سپردن اینها به دیگرا به عنوان یک رسانه جزء وظایف ما و همه مسلمان هاست و از این طرف اگر رسانه بد باشیم در حزب شیطان و در حزب تاغوت و تواغت داخل مشیم لذا بدترین منکرات را کسان مرتکب میشن که اینا رسانه بد دینی هستند و این اهمیت رسانه را در دین اسلام برسند بسیار تشکر خدا خیرتون بده که ما در این مبحث بسیار کاربردی و مهم بسیار محققانه و دقیق و روشنگرانه از زبان شما این فرمایشات هم میشنویم سعی میکنید به اجمال ولی دقیق و کامل فرمایشات داشته باشین و من یک سوالی دارم این سوال یک کمی جنبه نقد، نقدی داره و انتقادی داره ولی قبل از ای یک سوال دیگه از شما دارم که اصول اساسی رسانه از نظر اسلام کدام است که من انشالا به سال دوم خواهم رسید بله در اسلام مبلغ شدن و رسانه شدن اهمیت داره طوری که عرض کردیم منتها باید یک اصول را ما لحاظ کنیم در دین اسلام اینها به عنوان پایه های رسانه در حقیقت مطرح شده اول نکته دین مداریه وقتی ما رسانه میشیم یا هر رسانه ای در جامعه اسلامی وقتی وجود پیدا میکنه اگر ما بخوایم از دید دینی در نظر بگیریم باید محور اصلی این رسانه دین مداری باشه و علاوه بر این امیدبخشی ما میبینیم رسانه هایی که متاسفانه الان در دنیای فعلی به عنوان رسانه مطرح شده امیدها را از دلها زدوده و کاملا انسانها را در حالت یعص فرو برده تلقین خشونت و امثال اینها از الگوهای نامناسب دیگر که در رسانه ها القا اون امید بخشی را از انسان ها زدوده اخلاق مداری یکی از اصول رسانه و رسانه شدن و رسانه داری است ما میبینیم در رسانه هایی که فعلا موجوده متاسفانه این اخلاق مداری دینی کاملا از بین رفته به خاطر اون دیدگاه های ابتزالگونه که در رسانه ها الان جایگزین اخلاق مداری شده مثل دنبال پول رفتن خب آقا رسانه میشه به خاطر پول و مادیات آقا رسانه میشه به خاطر بازی کردن در فیلم های مهیج و امثال اینها آقا رسانه میشه و خانم رسانه, رسانه, رسانه میشه برای اینکه اون اخلاق نامناسب خودش را به گونه در جامعه حاکم کنه و اینها بوریدن از اخلاق رسانه ای دینی و دینداری به علاوه این الگوسازی یکی از کارهای مناسبی که مثلا رسانه ها میتونه بکنه الگوسازی است خب پیغمبر لکن فی رسول الله اسوه حسنه ما بیایم در رسانه ها اون خصوصیات سیره و حدیث و سنت پیغمبر را به عنوان کامل مطرح کنیم و اینها را جز جز ریزش کنیم کلیات خیلی بدرد نمیخورم میگیم پیغمبر دارای اخلاق نکو،, نکو, بود خب اخلاق نکوی پیغمبر را شما مظاهرش را چی در نظر میگیرید؟ آیا دوری از اخلاق رسانه‌ای در زیاد زمان پیغمبر و در حیات پیغمبر شما در تاریخ چیز را دیدید مسلما نیست و ای بازگو مشه برای مردم ما حضرت علی دارای این خصوصیات بود خب زندگی علی یا فاطمه زندگی الگو برای هر کسی که پیرو ای ائمه اطهار علیه السلام هستند برای ما چی بازگو شده الان نکته های ریز از زندگی اینها به عنوان یک الگویی که در جامعه اسلامی بوده به عنوان یک مظهر از مظاهر الهی و ائمه و پیشوای مسلمین برای ما چیزی بازگو نشده تنها عناوین کلی را آمده مطرح کردیم و این وظیفه رسانه های دینی است که الگوسازی را برای ما از هر نظر در زندگی پیغمبر عظیم و زندگی حضرت زهرا زندگی ائمه معصوم و چورد معصوم اینا رو بیان کنه و همچنین الگوهای زندگی پیشوایان دینی و رهبران رهبران دینی ما مثلا شما فرض بفرمایید حضرت آیت الله علمای سیستانی مدظل لولالی یکی از رهبران الگوی جامعه بشری فعلیه خب ما چقدر در رسانه ها از اخلاق آیت الله سیستانی از برخوردهای آیت الله سیستانی از زهد آیت الله سیستانی از اون تهجدهای آیت الله سیستانی و از برخورد بسیار مناسبش با دیگرها در رسانه ها داریم متاسفانه اصلا رسانه ها این مسئله را مطرح نکرده. معرفی سبک زندگی یکی از اصول است در رسانه های دینی باید حتما مطرح شد کشاندن آموزه های دینی به قلمره امور اجتماعی مردم خب دین چه خصوصیاتی در زندگی اجتماعی داشته الان شما وارد جامعه میشید هزار و دو تا نکته های نامناسب اجتماعی در برخورت های با دیگران دارین یا دیگران با ما دارند شما الان داخل مغازه ها برید مثلا این مغازه قیمت جنس چقدر مت او یکی دیگه قیمتش رو ده برابر بیشتر میکنه یا پنج برابر بیشتر میکنه یا پنج درصد بیشتر مکنه اینها بالاخره اخلاق اجتماعی زندگیه که رسانه ها باید حتما اینها را بالاخره متبلورش کنه و در جامعه اینها رو بازگو کنه و بیان کنه گفتمان دینی یکی از نکات بسیار مهم رسانه ها که به عنوان یک اصل مطرح میشه اینه که رسانه های, رس رس رسانه های دینی بیاد یک گفتمان دینی رو بین مثلا ارباب مذاهب فرض بفرمایید ارباب ادیان مثلا ارباب صاحبان خرد و نظریه مطرح کنه که متاسفانه خیلی کمه خیلی کمه لذا ما باید آگاهی بخشی و خصوصیات دیگر را که به عنوان یک اصل دینی در رسانه ها مطرح میشه همونی که در مورد پیغمبر و در مورد ائمه نسبت به رسانه مطرح شد ما با رسانه های دینی ما مطرح کنیم و متاسفانه الان رسانه های ما از این جهات کاملا فاصله گرفته شما سریال ها فیلم ها داستان ها مستند هایی را که در نظر میگیرید در رسانه های اسلامی پخش میشه یکی از اینها مظاهر الگوسازی یا اخلاق مداری دینی یا امیدبخشی و دین مداری نیست متاسفانه و این دوری از اون وظیفه هایی است که در رسانه های دینی باید مطرح شود و متاسفانه کم. و یکی از نکته هایی که حقیقتا به عنوان یک اصل نامتونیم مطرح کنیم چالش های مکاتب غیر اسلامی و به خصوص مکاتب غربی مثل سکولاریزم و امثال اینهاست که اینها رو ما باید در رسانه های دینی مطرح کنیم خب ما چقدر مطلب واقعا مطالب تحقیقی و پژوهشی و مستند نسبت به بازگو کردن چالش های مکاتب غربی داریم الان مسئله شیطان پرستی و امثال اینها در رسانه ها به عنوان نمادهای مختلف خودش مثلا با نمادهای مختلف خودش به تحلیل میره و تجزیه مشه حقیقتا برای مردم بازگو میشه حقیقتا برای مردم در دیدش قرار میگیره و در قلبش میشینه اما ما چیکار کردیم در برابر اینها رسانهای دین دینی ما متاسفانه همین تلویزیون های کشور اسلامی غیر از پخش یک تعداد سریال ها یا مثلا برنامه هایی که حقیقتا اینها بچه ها جوان های ما زنای ما دخترای ما و جامعه ما را از اخلاق دین مداری دینی دور میکنه غیر از ما چیزی نداریم متاسفانه شما در شبانه روز برنامه های تلویزیون های اسلامی در اکثر ای کشورها مثل فرض بفرمایید ترکیه، ایران اسلامی، مثلا افغانستان و عربستان، عراق و کشورهای دیگر در نظر بگیرید در طول 24 ساعت چند تا برنامه دارید که در راجع به مسائل معرفی دینی ما اخلاق اسلامی ما مثلا امید بخشی ما اینا برنامه داشته باشیم شاید به طول یک دقیقه یا در دقیقه نکشه بل. اما برنامه دیگه که بالاخره باعث گسترش ابتزال میشه باعث گسترش شهوت میشه باعث دوستی های نامناسب دختر و پسر میشه با اون سریال های کذایی که الان از سریال ها تلویزیون ها منتشر میشه و نش میشه و اینا رسانه شدن برای اینها وجود داره پس بنابراین حقیقتا رسانه های فعلی ما به اون اصول اساسی رسانه اسلامی عمل نمیکنند و دور از این حقیقت و اون اصول رو باید حتما ما به عنوان یک اصل معروف و دوریش را به عنوان یکی از منکرات الهی در رسانه ها بازگو کنیم و بیان بسیار تشکر چه خوب که شما سوالی که ما داشتم کم کم و پیش پیش جواب دادین خدا خیرتون بده سوال بنده ای بود که انتظارات مردم انتظارات مسلمانان از رسانه ایشان آیا برآورده شده یا نه ما چه رقم میتونیم نقد کنیم رسانه اسلامی را ما در چه حدی هستیم عالی هستیم خوب هستیم ضعیف هستیم و در واقع در خلال فرمایشات حضرت عالی ما به نکاتی دست پیدا کردم که در واقع ما زیاد هم نمیتوانیم به رسانه های امروزی که به نام رسانه اسلامی در دنیا پخش میشن و مخاطبین زیادی هم دارند ما زیاد نمره مثبت بتیم شکی نیست ما رسانه های ما بسیار ضعیف عمل کرده بل. ما نمیگیم بالاخره اگر بخوایم رتبه بندی کنیم رتبه عالی داره یا رتبه خوب داره بلکه حقیقتا ما رتبه رسانه های فعلی ما را در همه کشورها میتونیم اینو به عنوان یک قطع و یقین بیان کنیم در همه کشورها رتبه بسیار ضعیف نسبت به دین مداری اسلامی داره لذا از اون چیزی که ما حقیقتا باید در رسانه ها بازگو کنیم دریافت مزایا و معایبیه که در این رسانه ها وجود داره مثلا شما فرض بفرمید وقت صدای ما پخش میشه یا صدای یک آقا پخش میشه ما باید دریافت کنیم که مزایای این صدا یا این دیدگاه چه مقداره و معایبش و همچنین باید درک کنیم پیچیدگی فناوری های بالاخره امروزی ما که این متاسفانه در رسانه ها درک نشده مثلا شما فرض کنید یک فیلم وقتی سر به عنوان یک سریال بازگو میشه و در رسانه گذاشته مشه باید ما درک کنیم که این آثار ابتزالش در جامعه و چی مقدار است حالا درست ما آمدیم یک حکایت را بازگو کردیم یک قضیه در کل به عنوان یک مطلبی که حقیقتا در خور جامعه بوده بیان کردیم اما متاسفانه رسانه های اسلامی ما اون پیچیدگه های فنناوری کذایی زمان فعلی ما رو اصلا لحاظ نمکنه لذا از این نقطه از این سریال مثلا یا از این مستند هزاران نقطه های منفی و ابتزالگونه به بار می آید. کیفیت برخورد دختر با پسر کیفیت, دختر کیفیت برخورد پسر با پدر با مادر کیفیت دخ... برخورد برادر با خواهر با همسر نقطه های منفیه که در سریال های ما و در رسانه های, رسانه های ما الا ماشاءالله فراوان وجود داره ما آمدیم مثلا حقیقت دروغ را فرض بفرمایید در رسانه به عنوان یک سریال بازگو کردیم اما اینا در قالب یک سریال بوده سریالی که هزاران نقطه منفی غیر از دروغ از ای به بار میه لذا ما باید حتما یعنی رسانه های اسلامی ما درک کنن این پیچیدگی تاثیرگذاری فناوری مثلا دیجیتال را در زمان فعلی ما که اینم متاسفانه درک نکردن لذا اکثرا یک نگاه شهوانی و غربی در رسانه های ما موجوده که حتما این تغییر نگرش های شهوانی و غربی بدینی یکی از انتظارات است که حتما ما اینا در رسانه ها باید مورد لحاظ قرار بدیم سود عزیز تشکر میکنیم و شاید سوال بعدی بهتر باشه که ما رسانه های اسلامی و غیر اسلامی در واقع ما رسانه ها که به این دو دسته تقسیم بکنیم نظر شما در مورد رسانه های غربی چی هست؟ چی دارن که اینقدر جذاب است استاد؟ ما چرا جوان ما حتی نه, نه فقط جوان ها همه ای ما یک بالاخره گرایش و یک میلی داریم به رسانه های غربی رسانه های غیر اسلامی که ما حالا معروف شده به رسانه های غربی این رسانه ها از چه نکاتی استفاده میکنن که متاسفانه یا خوشبختانه رسانه اسلامی نداره که ما جذب رسانه اسلامی کمتر میشیم و ناخداگاه میل داریم بیشتر از رسانه های غربی استفاده کنیم ما قبل از ای که به این نکته شما بپردازم یک مطلب را به عنوان مقدمه عرض کنم که در حقیقت الان بازار رسانه غرب در اختیار ابرغول های که اینا غیر از ترویج سیکولاریزم چیز دیگر را در محتوایشان نمی متاسفانه ما شش تا رسانه غربی داریم که اینها را میتونیم بگیم منحصر کننده تمام رسانه های فعلی جهان غیر از محدود کشورهای اسلامی که اینا رسانه در اختیار خودشان از اونم بخش از رسانه نه بخش. کل رسانه بخش. یکی از اینها شرکت ای او ایل یا آمریکا آنلاینه قول رسانه جهان که تقریبا با خرید یک شرکت به نام تایم وارنر در سال 2000 میلادی به مبلغ 160 میلیارد دلار انجام شده و ترکیب شده جوراید لوین یهودی مذهب مدیر اجرایی این شرکت و ای پخش کننده تقریباً بازار فیلم روز شبکه های آمریکایی مثل سی این و امثال این های اینترنت در قبضه خودش قرار داده حالا ای شبکه یا ای شرکت وقتی می یک فیلم را پخش میکنه شما در نظر داشته باشید چه هدفی را دنبال میکنه در حالی که ما داریم اشد و ناسه اشد الناس للاسلام مثلا حالا آیه مبارکه در ذهن نیست میگه بدترین دشمنان اسلام یهود بوده و یهود هست فعلا هم هست آقای یهودی که در رأس این شبکه قرار داره و مدیر اجرایی شرکت غیر از اهداف و برنامه های خودش چیز دیگر را قطعا دنبال نمکنه پس ما از این خیر دین مداری اسلامی یا اخلاق اسلامی یا الگوسازی مدل های اسلامی را نباید داشته باشیم بازار اصلی فیلم ها و اینترنت در اختیار ای ابر رسانه مرکز آمریکایی هست دیگه AOL AOL یا آمریکا آنلاین به تعبیر بالاخره امروزی خودش یا شرکت دیگرش به نام وایا کام مالک شبک, شبک های متعدد مثل سی بی ایس و امثال اینها رئیسش هم یک یهودیه و بیشتر برنامه های ماهواره جهانی از این کانال پخش میشه و تولید میشه متاسفانه نیوز کورپوریشن از سروتمندترین شرکت هایی که رابرت مرداک یهودی ایر میچ کارش میکنه کنترلش میکنه صاحب کل یک چهارم رسانه های شینیداری و دیداری جهان در اختیار ای آقاست آقای رابرت مرداک و ای شرکتی که خودش داره یا برتلزمان یکی از شرکت هایه که کل انتشارات خارج از آمریکا را در آمریکا انتشارات صورت میگیره و این پخش میکنه در دنیای فعلی ما ناشر تمام انتشاراتی که از آمریکا در خارج از آمریکا پخش میشه یا مثلا جنرال الکتریک همینه که ابزارش در بازارهای ما متاسفانه خیلی زیاد است در سال 2001 بخش های از شبکه تلویزیونی خود را با مایکروسافت آمد ادغام کرد و در سال 2001 یک و یک دهم میلیون دلار به ستاد تبلیغاتی جورج بوش همین جنرال الکتریک کمک کرد جورج بوش را که ما میشناسیم دیگه یک شخصیتیه که از ایوانجلست های به صلاح یهودی و نصرانی کشور آمریکا حمایت میکرد و خودش را هم یک ایوانجلست معرفی میکرد متاسفانه یعنی در واقع یکی از مبلغین مکتب یهودی و از حامیان یهود در آمریکا آقای جورج بوش بود جنرال الکتریکی که یک شرکت داره و اینقدر برای آقای جورج بوش در تبلیغاتش کمک میکنه اگر یک فیلمی را که در رسانه ها یک از بخش های جنرال الکتریک بخش رسانه ایشه اینترنت موبایل ماهواره و امثال اینها یا آقا منتشر میکنه ما از این چی توقعی داشته باشیم آیا توقع داریم که مثلا به اخلاق پیغمبر اسلام را برای ما بازگو کنه اصلا اینا دنبال یک نکته هن که بخواین اون دین مداری را از دنیا با جهانی شدن برچینه به تعبیری اون اخلاق سکولارستی را که مطلق گرایی هست و فرد محوری و انسان محوری و بریدن از تمام خواسته های مشروع دینی در دنیا چیکار کنه حاکم کنه و غیر از این چیزی دیگری در پیام نشریات اینها رسانه های اینها موبایل اینها تلویزیون اینها ماهواره اینها و دیگر شبکه های رسانه اینها متاسفانه وجود ندارد. یا مثلا شرکت والت دیزنی در نمایشگاه فلور... فلوریدا بیت المقدس را آمد به عنوان پایتخت اسرائیل معرفی کرد یک نمایشگاهی برگزار کرده بود در اونجا آمد رسما بالاخره از اسرائیل حمایت کرد لذا اسرائیل از 8 میلیون دلار یک و هشت میلیون دلارش را آمد برای این شرکت سرمایه گذاری کرد خب این آقای والت دیزنی یا شرکت والت دیزنی وقتی می یک رسانه رو در اختیار خودش میگذاره غیر از اون چیزی که پیام اسرائیل و صهیونیسم جهانیه برای کشورهای اسلامی چیز دیگه برای ما متأسفانه بازگو نمیکنه لذا ما میبینیم اون که در رسانه ها الان رسانه های غربی پخش میشه و نشر میشه و در اختیار جوانان ما قرار میگیره متاسفانه اهدام اهداف شوم امپریالیزم جهانی که به عنوان ابر رسانه های غل در جهان اینها مطرح میشه و هیچ کس هم نمیتونه اینا رو متاسفانه کنترل کنه و همه اهداف در خانه های ما الان در باز کرده در باز کرده در اختیار جوانای ما هست فیلم هایش سریالهایش سریال هایش انیمیشن هایی که تولید میشه مبتزل حالا ما اسم نمیبرم یکی از انیمیشن هایی که چار و پنج ثانیه مطرح کرده در شبکه هم اگر بزنیم هست الان موجوده ما هم میتونیم و هر کسی هر بچه هر جوان هر دختر میتونه این انیمیشن رو باز کنم و نگاه کنم در ظرف چهار دقیقه آمده محتوای کل همجنسگرایی را برای بچه های ما بازگو کرده و یاد داده متاسفانه خب بالاخره اون چی که از غرب برای ما برمقان میرسه غیر از این چیزی دیگری نمیتونه باشه یا اگر شما در نظر بگیرید الان پرن را مثلا پرسودترین سودای جهان متاسفانه پورنوگرافی شده از و 95 درصد بالاخره سرچ هایی که در اینترنت صورت میگیره سرچ های پر متاسفانه اینا میان چیکار میکنن اون قضاای خدمت تو نرس کنم روسپیگری های شهوانی جنسی رو برای جوانای ما به در خانه های ما و داخل خانه های ما میرزه چهار دقیقه دیگه استاد وقت ترویج فحشا اسرائیل سالانه 750 میلیون دلار از همین صنعت پرن می چیکار میکنه کسب درآمد میکنه و همه اینا صرف متاسفانه مسائل پرن رو رسو میشه 70 درصد کودکان و نوجوانان و مخفیانه در اینترنت میپردازن 69 درصد مبادلات اینترنتی ما پرن خدمت تو کنم که از سال 1392 از دیما تا هفت 1393 مدت سه ماه یک میلیارد و ششصد و نوت هزار سرچ پرن در مدت هفتش نه ماه صورت میگیره اینها ارمغان یک کشورهای غربی برای کشورهای اسلامی در رسانه های خودشان فرستاده تغییر فرهنگی اسلام سیتیزی اسلام حراسی پیگیری نظام سلطه خدمت کنه از بین بردن هویت دینی همه ای اینا چیزایی که در رسانه های غربی متاسفانه در اینترنتش در موبایلش در ماهوارش وجود داره و یک راهکار لازم در این زمینه هست که باید انسان بیدار شود خانواده ها بیدار شوه کسانی که اینها به گونه دست در رسانه داره بالاخره یک زنگ هوشدار بزنن تا این که متاسفانه ای در مسدود شود چون خیری در این در وجود نداره و از طرف دیگر باید تبلیغات رسانه کشورهای اسلامی با اون عناوینی که گفتیم و غیر اون عناوین بالاخره به با عنوان یکی از معروفات در باز کنه و از این منکرات رسانه ای جلوگیری کنن بس بسیار تشکر است شما پیشنهاد میتون به بینندگان محترم برنامه همراهان همیشگی برنامه های شبکه جهانی تیوی مخصوصا برنامه مصبال هدا که برنامه هایی که با موضوع مسادق معروف و منکر در خدمت استاد رزوی هستیم حتما در پخش مجدد دنبال کنید و مخصوصا پیشنهاد میتون برنامه امشب و برنامه که در هفته گذشته در باب ابتزال هنر بود دوباره نگاه کنید بسیار نکات دقیقی رو استاد لطف کردن خواهش میکنم برای ما دوباره یادآوری کردن بسیار نکات جدید برای ما یاد دادن و امشب چقدر علمی استاد شما فرمایشات داشتین خوشحال هستیم که در خدمت شما هستم شب های چهارشنبه و استفاده میکنیم از شما در لباس روحانیت بحث علمی که دارین بحث دقیق و به روزی که هست خدا خیرتون بده این نشون میده که تحقیق و بالاخره وقتی که میگذارین واقعا مفید هست و ما واقعا افتخار میکنیم خواهش که خواهش میکنم شما رسانه لدسته. بالاخره از این ما هم رسانه هستیم و عزیزان میدونن که سعی کردیم که در این رسانه که یک رسانه دینی و مذهبی هست آنچه که مورد نیاز جامعه امروز هست برای جوان ها برای بالاخره کسانی که نیاز دارند به یک رسانه کاملا اسلامی انشاءالله تهیه بکنیم از خداوند منان میخواییم که در این راه واقعا کمک بکنه و چراغ راه ما باشه ان که ما بتوانیم همچنان از محضر شما اساتید گرامی و مخصوصا شما استاد رضوی بزرگوار استفاده بکنیم جملات آخر شما رو میشنویم ان شاء الله برنامه رو ختم خواهیم کرد امیدوارم ان شاء الله خداوند متعال ما را از گزند رسانه های مبتزل جوانان ما دختران و پسران ما رو حفظ کنه الهی علیکم بسیار تشکر می از شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتان دنبال کردین و لحظات آخر برنامه شب هست هم تشکر میکنیم چهارشنبه شب ها با فعلا با سلسله مباحث مصادیق معروف منکر در خدمت استاد محترم رضوی هستیم و ان شاء می و از خداوند مسئلت میکنیم که هر لحظه در این بالاخره مباحث ما را کمک بکنه تا بهترین ها نصیب همه ما شود از همه شما التماس دعای خیر داریم و برنامه امشب به پایان میبریم با دعای همیشگی خودمان اللهم خودم. ان هذا منك منک و من رسولک و من حجتک خدا عافظ.